سرخط خبرها، باز هم طالبان به جهان پیام دادن. سخنگوی طالبان: مسدود ماندن داروی افغانستان توسط امریکا ظالمانه است. خودکشی یک جوان در بامیان. طالبان یک افسر پلیس حکومت پیشین را در میدان وردک بازداشت کردن. و بازرس ویژه امریکا: بایدن اسناد محرمانه جنگ افغانستان را در خانه خود نگهداری میکرد. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. سخنگوی طالبان: مسدود ماندن داروی افغانستان توسط امریکا ظالمانه است. سخنگوی طالبان بار دیگر به مسدود ماندن داروی افغانستان توسط امریکا واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد بر رادیوی تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان گفت که ادامه انسداد داروی افغانستان در سال 2024 برخلاف همه اصول و یک اقدام ظالمانه است. دولت امریکا پس از روی کار آمدن طالبان حدود 7 میلیارد دلار داروی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. سخنگوی طالبان گفته است که ادامه انسداد داروی افغانستان در سال 2024 برخلاف همه اصول و یک اقدام ظالمانه است. کاخ سفید اما میگوید حفظ ذخایر ارزی افغانستان در مؤسسات مالی ایالات متحده برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است. جو بایدن روز سه شنبه به کنگره آمریکا اطلاع داد که فرمان وضعیت اضطراری در ارتباط به افغانستان را تمدید می کند. کاخ سفید همچنان در پیام به کنگره با اشاره به بحران گرسنگی انسانی در افغانستان نسبت به احتمال عمیق‌تر شدن فروپاشی اقتصادی این کشور هشدار داد. طالبان بار دیگر جهان را پیام دادند. تحریم ها مانع تعامل و تفاهم سیاسی طالبان با جهان شده است. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با رئیس یونما تحریم های بین المللی علیه این گروه را ناعادلانه خواند. مولوی عبدالکبیر در دیدار با رضا گفته است که این تحریم ها جلو تعامل، مذاکره و تفاهم سیاسی طالبان با جهان را گرفته است. ارگ طالبان روز پنجشنبه 19 دلبر در خبرنامه ای نوشت که رضا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل گفته جهان افغانستان را فراموش نکرده است. او گفته 62 فرصت خوب برای جلب کمک های بشری، تامین ثبات و پیشرفت برای افغانستان است. در خبرنامه به نقل از رئیس یونما آمده است که در نشست دوحه فرصت برای نماینده طالبان فراهم می شود تا در جلسات دو جانبه و چند جانبه با نمایندگان کشورها دیدار و تبادل نظر کنند. معاون سیاسی طالبان در این نشست از رئیس یونما خواسته است که در نشست آینده دوحه واقعیت های افغانستان را بیان کند. عبدالکبیر گفته که طالبان با نکات مثبت گزارش هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل موافق است، اما این گروه با تعیین نماینده ویژه برای افغانستان مخالف است. آقای عبدالکبیر گفته طالبان خواهان تعامل مثبت با جهان است و طالبان شرایط به رسمیت شناختن را کامل کرده است. او باری دیگر خواهان سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به این گروه شده است. قرار است در کمتر از دو هفته دیگر نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل برگزار شود. نماینده طالبان در این نشست دعوت شده است، اما مقام های طالبان گفته است که در مورد شرکت در این نشست ریزنی می کنند. خودکشی یک جوان در بامیان. منابع محلی از خودکشی یک پسر جوان در این ولایت خبر می دهند. این پسر جوان حدود 20 سال سن داشته و چهارشنبه شب نزده دل و در روستای حیدرآباد مرکز بامیان خود را حلق‌آویز کرده است. این پسر جوان سردار نام داشت و انگیزه خودکشی وی به گونه دقیق مشخص نیست. طالبان عقوق این رویداد را در بامیان تایید کردند. گفتنی است که پس از قدرتگیری دوباره طالبان آمار خودکشی در بخش‌های مختلف کشور به ویژه بامیان افزایش بی پیشینه یافته است. طالبان یک افسر پلیس حکومت پیشین را در میدان وردک بازداشت کردند. منابع محلی در میدان وردک از بازداشت یک افسر پلیس حکومت پیشین از سوی طالبان در این ولایت خبر می دهند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که طالبان روز پنجشنبه 19 دلبه یک افسر پلیس حکومت پیشین را از مربوطات ولسوالی جلدیز بازداشت کردند. این نظامی پیشین در مسیر میدان وردک و دایکندی از موتر مسافربری با زور پیاده و به جای نامعلوم منتقل شده است. بر اساس اطلاعات منبع، این نظامی پیشین رضا نام دارد و در حکومت پیشین در سمت‌های مختلف فرماندهی امنی ولایت دایکندی وظیفه اجرا کرده است.
و پس از سقوط حکومت پیشین مصروف کارهای شخصی بود. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتن. بازرس ویژه امریکا، بایدن اسناد محرمانه جنگ افغانستان را در خانه خود نگهداری میکرد. پاسپورت ویژه وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد که جو بایدن اطلاعات محرمانه در مورد جنگ افغانستان را در خانه خود در ویرجینیا نگهداری میکرد. در گزارش آمده، بایدن مدارک دیگر مسائل امنیت ملی را نیز پس از معاونت ریاست جمهوری عمده در خانه نگه داشته بود. بر اساس گزارش رابطور، بازرس ویژه امریکا، این اسناد شامل یادداشت دستنویس با باراک اوباما، رئیس جمهور وقت امریکا در سال 2009 در مخالفت با افزایش برنامه ریزی شده نیروها در افغانستان و یادداشت‌های دستنویس مربوط به نشست‌های اطلاعاتی و امنیتی ملی بود. با این حال، گفته شده که آقای بایدن با اتهامات جنایی روبرو خواهند شد. بازرس ویژه وزارت دادگستری امریکا جو بایدن را مرد محسن، با حسن نیت و دارای حافظه ضعیف توصیف کرده است. طبق این گزارش، بایدن در مصاحبه‌های رونق تحقیقات یادش نمی‌آمد که چه زمان معاون رئیس جمهور بود و چه وقت به سرش فوت شده بود. گزارش وزارت دادگستری امریکا گفت جو بایدن عمدتاً اسناد طبقه مندی شده دوران معاون ریاست جمهوری خود را در خانه و دفتر کار خود نگهداری و افشا کرده است، اما هیچ اتهام متوجه او نیست. رابرت هورد با آدرس ویژه دادگستری امریکا در گزارش خود نوشت حافظه بایدن هنگام مصاحبه با تیم دادستانی به شدت محدود بود. این گزارش در عین حال خاطر نشان کرد با توجه به اینکه ممکن است این اطلاعات فوق‌العاده حساس ناپدید شود یا به دست دشمنان امریکا بیفتد، اقدام‌های بایدن امنیت ملی را در معرض خطر قرار داده است. وکیلان بایدن در نظریات خود درباره این گزارش نوشتند با در نظر گرفتن اینکه بایدن درباره اتفاق‌های سال‌های قبل توضیح می‌داد، این نقص یادآوری مسئله غیرعادی بود و چنین مطالب نباید در گزارش وزارت دادگستری جای داشته باشند. او در واکنش به این نظر بازرسه که گفته بود بایدن زمان فوت پسرش را به یاد نمی آورد گفت او چطور جرأت کرده این موضوع را مطرح کند؟ راستش وقت از من این سوال را بپرسند با خودم گفتم این موضوع به کار نلتی آنها ربط ندارد. بایدن با اشاره به این که بدون مانیتروشی با تیم تحقیق همکاری کرده و اسناد محرمانه نیز پس داده گفت این در حال است که ترامپ برعکس عمل کرد. ترامپ با اشاره به رفع اتهام جو بایدن در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه از یک سو و ادامه اتهام‌های مشابه علیه خود، از سوی دیگر در سوشیال گفت سیستم قضایی امریکا دولای است و افراد را به صورت انتخابی تحت پیگرد قرار می‌دهد. ترامپ اقامه 4 شکایت کیفری علیه خود از جمله در ارتباط با نگهداری از اسناد محرمانه را با انگیزه‌های سیاسی دانسته می‌گویند بایدن پشت این شکایت‌ها است. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.